درود به هممیهنان عزیز، امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه با خلاصه اخبار آوتودی در خدمت شما هستم. روزنامه القدس العربی با طرح احتمال افزایش غنی‌سازی ایران تا 20% و کشی اروپا برای وادار کردن ایران به مذاکره جدید را بی‌نتیجه خواند و نوشت چگونه ممکن است ایران زیر فشار تحریم وارد مذاکره شود. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در تماسی تلفنی درباره ادامه تلاش‌ها برای اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه رایزنی کردند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت اعدام‌های سال 67 در جدیدترین اظهاراتش درباره قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 گفت این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد و آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. معاون امور دهیاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعداد حاشیه‌نشینان در کشور را طبق آمار رسمی حدود 11 میلیون و 370 هزار نفر عنوان کرد و گفت آمار واقعی خیلی بیشتر است و امروز 16 میلیون معادل 1/5 جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند. منابع رسمی مصری اعلام کردند که مقامات این کشور نفتکش غول‌پیکری که با پرچم اوکراین نفت ایران را حمل می‌کرده است در کانال سوئز توقیف کردند. جوانان انقلابی کرد معروف به عقاب‌های زاگرس گروهی از پاسداران رسمی در پیرانشهر را هدف قرار دادند که در نتیجه حاصل احمدی معروف به حاصل دیوانه و دو پاسدار دیگر با نام‌های ستار پیروتی و امید مولازاده کشته شدند. سناتور تد کروز در واکنش به اعلام بالا بردن غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرد باید تمامی معافیت‌های مرتبط با فعالیت غیر نظامی را برداریم و طبق همین توافق اتمی سازمان ملل باید همه تحریم‌ها را بازگرداند. اروپا البته حاضر به همراهی نیست. اروپا باور دارد از معامله با ایران خیلی پول در می‌آورد. حالا اگر آیت الله هم بمب ساخت خب این هم هزینه محسوب می‌شود.